به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. حکیم یونانی الکوزای ادعا دارد که دوای تداوی مرض کرونا را کشف کرده است. در چند روز گذشته صدها نفر مراجعه کرده و دوای حکیم سبب شده خوب شوند. وزارت ساعت عامه باید دست به کار شود اگر ادعای الکوزای درست باشد، باید از داروی وای بشکل عمومی استفاده شود. اگر این ادعا درست نباشد و مردم اطلاع رسانی به موقع صورت بگیرد این در حال است شمار بیماران کووید 19 در کشور با 1623 مورد جدید به 13659 تن رسید با گزارش از هشت صبح وزارت صحت آمد در یک شبانه روز گذشته 623 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا و 11 مورد مرگ ناشی از آن را ثبت کرده است شمار مجموعی بیماران کووید 19 در کشور به 13659 تن افزایش یافته است. طبق اعلام وزارت صحت آمد در یک شبانه روز گذشته 985 نمونه مشکوک به کرونا از 15 ولایت در آزمایشگاه های و کشور بررسی شده است که از این میان ابتلا 623 نفر تثبیت شده است. بیشترین رقم مبتلایان در کابل، هرات و ننگرهار ثبت شده است. بر اساس آمار و وزارت صحت و مک روز جمعه نهم جوزا نشر شد 271 نفر در کابل 179 نفر در هرات 67 نفر در ننگرهار 23 نفر در بلخ 18 نفر در خوست 13 نفر در لغمان و در ولایت های بدخشان و پروان 10 نفر به ویروس و کرونا مبتلا شناسایی شدند همچنان ابتلای نو نفر در بامیان، نو نفر در پکتیا، هفت نفر در پکتیا، سه نفر در لوگر، دو نفر در تخار، یک نفر در دایکندی و یک نفر دیگر در کنر به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته تثبیت شده است. در یک شبانه روز گذشته هفت نفر در هرات، دو نفر در خوست، یک نفر در کابل، یک نفر در بلخ به دلیل ابتلاع به ویروس کرونا جان باختند. شماره مجموعی قربانیان ویروس و کرونا در کشور به 246 تن رسیده است. همچنان 50 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته بهبودی یافتند که شمار بهبودی یافتگان به 1259 تن رسیده است. این در حال است حیف و میل بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا والیان حساب دهند. به گزارش از هشت صبح حکومت برای مبارزه با ویروس و کرونا بیش از 237 میلیون افغانی را به ریاست های سعت آمه ولایات اختصاص داده بود تا این ریاست ها از این پول برای خریداری لوازم و تجهیزات تیبی استفاده کنند حکنون شمار از مقام های بلندپایه حکومتی گویند که پول تدارکات و مبارزه با ویروس و کرونا در ادارات محلی حیف و میل شده است این مقام ها از ارگ ریاست جمهوری میخواهند که وساد در مصرف بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس و کرونا را بررسی کند و مقام های محلی را پاسخگو قرار دهند. عبدالمنان شیوا شرق موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهار شنبه افتم جوزا در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه های حکومت گفت که بعض اسناد در اختیارش قرار گرفته که بیانگر فساد در مصرف بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس و کرونا است او گفت از پول تدارکاتی که برای مبارزه با ویروس و کرونا در نظر گرفته شده بود در حکومت محلی زیر نظر والیان دزدی شده است وی به عنوان نمونه به چپرکت های خریداری شده در ولایت بدخشان اشاره کرد و گفت که مقام های محلی این ولایت چپرکت ها را با نرخ هنگفت و بالاتر از قیمت میاری آن از بازارها خریداری کردند. با گفته او مقام های محلی در این ولایت هر چپرکت سی وضعیتی همراه با توشک، بالشت، میز غذاخوری و پایه سیروم را به 48,000 هزار افغانی خریدن. در حال که در بازارهای کشور این چپرکت به عبده افغانی به فروش میرسد. علاوه بر این او اضافه کرد در قسمت توزیع نان و کمک رسانی به نیازمندان نیز فساد وجود دارد آقای شرق گفت که شمار از مقام های دولتی که مسئول توزیع آرد به خبازی ها اند آرد را به قیمت بالاتر از نرخ آن خریداری و به خبازی ها توزیع کردند موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت که اسناد و شواهد نشان می دهد که هر بوجی آرد به نرخ 2300 افغانی خریداری شده در حال که قیمت آن در بازارها به با 1730 افغانی است. او از ارگ ریاست جمهوری خواست یک حیات تشکیل دهد و این موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر او دوزدی از پول مبارزه با ویروس و کرونا را خیانت ملی خواند. آقای شرق گفت در شرایط که همه با ویروس و کرونا دست و پنجه نرم می کنند، دوزدی و اختلاص از بودجه تدارکاتی مبارزه با ویروس و کرونا خیانت ملی است. او از رسانه ها و فعالان مدنی خواست که در برابر فساد ایستادگی کنند و دست به افشاگری بزنند از جانب دیگر او شکسته شدن قرنطین از سوی شهروندان انتقاد کرد شرق گفت شمار از شهروندان نسبت به ویروس کرونا بی و این سبب شده است که زنجیره این ویروس شکسته نشود و شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز افزایش یابد وزارت اطلاعات و فرهنگ در حدود نزدیک به یک ماه است که بر اساس فرمان رئیس جمهور مسئولیت آگاهی دهی در مورد ویروس و کرونا را بر عهده دارد اکنون شیوای شرق می گوید که باید برای جلوگیری از شوه بیشتر ویروس و کرونا خانه به خانه آگاهی دهی شود از این رو او بیان داشت که با 121 رسانه قرارداد به امضا رسانده تا پیام های چیگونگی مبارزه با کرونا را به نشر برسانند مردم در حال غرق شدن در سیلاب کرونا هستند. وزارت صحت عامه و ولایت کابل نیز تصریح می کنند که به دلیل توجهی شهروندان نسبت به ویروس کرونا زنجیره این ویروس شکسته نشده و اکنون گراف مبتلایان به این ویروس سیر سعودی به خود گرفته است ویدلا مجروم موین ارزه خدمات صحی وزارت صحت آمد در این کنفرانس گفت که مردم کرونا را جدی نگرفتند و اکنون مصیبت خلق کردند او گفت در گذشته ما گفتیم که سیل آمدنی است ولی اکنون می گوییم که سیل آمده و مردم در حال غرق شدن به سیلاب کرونا است آقای مجروح خاطر نشان ساخت که شمار از کسانی که ویروس کرونا را جدی نگرفته و قرنطین را شکستند افراد فقیر و نادار جامعه نبودند بلکه کسانی بودند که توانایی خوب مالی داشتند مجروع تصریح کرد که این افراد در جریان روزهای اید به خرید مخارج اید برآمده بودند و نیروهای امنیتی که خواستند جلو گشت و گذار این افراد را بگیرند با واکنش جدی آنان مواجه شدند و افزود که در جریان سه روز اید کارمندان سیهی بدترین شرایط را پشت سر گذاشتند زیرا به گفته او شمار مریضان در این سه روز افزایش یافته بود و بخش آجل شفاخانه مملو از مریضان بود او گفت بخش آجل ما پر از مریض بود مواردی را داشتیم که یک مریض در حال جان دادن در بخش آجل بوده و مریض دیگر در حال انتظار بوده که کم مریض حیاتش به پایان میرسد که تخت آی سی یو برسد او تصریح کرد که در یک شبانه روز گذشته 994 نمونه مشکوک به وزارت ساعت آمه رسیده است که از این میان در حدود 625 مورد آن مثبت تشخیص داده شده است علاوه بر این او افزود که در 24 ساعت گذشته افتن در اثر ابتلا به ویروس و کرونا جان باخته و ده تن دیگر ساعتی یاب شدند با این حال موین ارزای خدمات صحی وزارت صحت آمد تاکید کرد که برای جلوگیری از شیوع ویروس و کرونا باید قرنطین تمدید شود او گفت کلید مبارزه با ویروس و کرونا در خانه ماندن پوشیدن ماسک حفظ فاصله میاری و شستن دست است وی تصریح کرد پیش از اید که قرنطین تطبیق می شد زنجیره ویروس و کرونا تا حدود شکسته و تحت کنترل در آمده بود ولی زمانی که قرنطین شکسته شد و مردم به گونه غیر مسئولانه در سطح شهر بر آمدن شمار مبتلایان افزایش یافته است آقای مجرو بیان داشت که اکنون نیاز است قرنطین دوباره تمدید شود تا زنجیره ویروس و کرونا قطع گردد به این لحاظ مهین ارزه خدمات سیهی وزارت سهت آمه زود که یک طرح آماده کردن تا بر اساس آن قیود رفت آمد و و پس از کنترل اوزا به گونه تدریجی رفع خواهد شد. دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس ویدیوهای ما را کامنت لایک و سبسکرایب نمایید تا ویدیوی بعد الله نگهدار